آسمان ها و زمین بداند، تنها او را رب خیش بداند و اعتماد به لطف او هم بکنه، اعتماد به مدد او بکنه. عالم بزرگواری بودند به نام آقای بهلول، چند سال پیش در سن 100 و چند سالگی به رحمت خدا پیوستند، از مبارزین پیشتاز انقلاب اسلامی بودند و همون شخصیتی که در مسجد گوهرشاد هنگامی که پادشاه وقت اونجا کشتار راه انداخت در اعتراض به کشف حجاب مردم مشهد در مسجد گوهرشاد جمع شده بودند و ایشان سخنرانی میکرد. مرد عجیبی بود از نظر توکل و امید به خدا، خیلی عجیب بود. خودشون برای یکی از دوستان نقل میکردند که من امید به خدا را، توکل به خدا را از مادرم یاد گرفتم. پرسید چگونه؟ گفت که با کاروان به سوی گناباد می رفتیم. گناباد شهریست نزدیک مشهد، محل تولد این عالم بزرگوار بوده. اون وقت هم ماشین و اینا نبوده دیگه، کاروان شتر بوده، کاروان اسب بوده و درشکه بوده. درشکه وسیله است که دو تا اسب رو میبندن به یک جای نشستنی و یه راننده ای داره که جلو میشینه و مسافرین هم تو اون محفظه مینشینن. با مادرم سوار کاروان بودیم، به سوی گناباد می رفتیم. مادرم نگاهی به آسمان کرد و به این کارواندار گفت ظهر است، نگه دار، می خوام نماز بخونم. کارواندار گفت الان نگه نمی دارم، جلوتر یک روستایی است، اونجا نگه می دارم. مادرم اصرار کرد که نه، من میخوام نمازمو اول وقت بخونم. او گفت اگر شما رو پیاده کنم من کاروان رو معطل نمی کنم، شما میمونی تنها تو این بیابان و وسیله‌ای هم نیست دیگه بیای به گناباد، برات خطرناکه. هرچه او گفت مادرم نپذیرفت، بالاخره شطور رو خوابوند و ما از کجاوه پیاده شدیم. دو طرف شطور اتاقک‌هایی می‌انداختند به نام کجاوه که مسافر توی اون می‌نشست، که تا حدودی از آفتاب و رنج باد و باران و اینها در امان باشه. من هم در سن 4-5 سالگی بودم. کاروان ما رو پیاده کرد و حرکت کرد رفت و من از مشاهده این بیابان گسترده و تنهایی در این بیابان وحشت زده بودم. گرد و غباری هم که در پی کاروان برمیخواست اون هم پنهان شد و دیگر چیزی پیدا نبود. مادرم یک کوزه کوچکی داشت، در آورد و با آب اون وضو گرفت و یه نگاهی به آسمان کرد و قبله رو پیدا کرد و شروع کرد نماز خوندن.
و من از شدت ترس در اون حال کودکی خودم رو به مادر تکیه داده بودم و هرچه بیشتر به او پناه می جستم. نمازش ظهرش خوند، تقریباتش خوند، نماز عصر رو خوند و تمام شد. دست به دعا برداشت که خدایا به ما کمک کن، وسیله ای برسون که ما رو به شهرمون برسونه. دعاش تمام شد، صدای پای اسبی شنیده شد از پشت سر. نگاه کردیم دیدیم یه درشکه‌ای از مسیر داره حرکت میکنه میره. وقتی که ما رو دید ایستاد و صدا کرد که بیاید. من با مادر بلند شدم و رفتیم به سوی درشکه و من خیلی خوشحال که الحمدلله از این بیابان و تنهایی و وحشت رهایی پیدا کردیم و شب رو در این بیابان نموندیم. رسید نزدیک درشکه، دید که یک آقای پشت اون قسمت نشستن، همون قسمت نشسته. ایشون رو کرد به اون راننده درشکه که میگیم سورچی. راننده درشکه رو سورچی میگیم در فارسی. رو کرد به سورچی و گفت که من پهلوی مرد نامحرم نمی نشینم، شما برید. حالا من در دلم نگرانی و اضطراب که مادر حالا بشین یه چند دقیقه دیگه، مشکلی نیست، حالا این وسیله رو خدا فرستاده. درشکه رفت و ما موندی. یه مدتی که درشکه رفت جلو دوباره برگشت. سورچی به مادرم گفت خانم این آقا فرماندار گناباده، آدم خوبیه، نامحرم نیست، بیا بالا سوار شو. مادرم گفت نه من سوار نمیشم، پلوی مرد نامحرم نمی نشینم. بالاخره این آقا فرماندار گناباد رفت جلو، پهلوی راننده نشست، پهلوی سورچی نشست و گفت بفرما. جارو باز کرد و داد به من و مادرم و من و مادر اونجا تکیه زدیم و خیلی راحت، چون درشکه ها دوشک داشته و وسیله راحتی داشته، نشستیم و درشکه حرکت کرد و در بین راه به کاروان رسید و از کاروان هم جلو زد و ما زودتر از کاروان به شهرمون رسیدیم. این تفسیر امیدواری و امید بستن به خداست که هر کس برای خدا حرکت کند، برای خدا کار کند، امید به خدا ببندد، خدا راه او رو از بهترین راه ها می گشاید و امید او رو بر می آورد. و اگر نه دل به دیگری بدهد، دل به گرایش دیگری بسپارد، ناامید میشه، محروم میشه. چون کارگزار این جهان خداست، لا اله الا هو، هیچ کس جز او نیست. فاتخذه وکیلا با فا عطف میشه
بنابراین چون هیچ کس جزو اله نیست، تو او رو وکیل خیش قرار بگه، کارساز خود قرار بده. به دیگری پناه نبر، دیگری کوزش خالیه، چیزی تو کوزش نیست، مگه آب نمیخوای؟ میرید سراغ او، کوزم پشت سرشه اما خالیه خالیه. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اونهایی که به خدای متعال کفر می‌ورزند در هر حدی، یکی اصل وجود او رو انکار می‌کنه، یکی ربوبیت او رو انکار می‌کنه. کفروا بربهم، به رب خود کفر می‌ورزند، یکی امید به او رو درش آمیزه شرک قرار میده، این هم مصداق کفروا بربهم. اعمال اینها مثل سراب، سراب یعنی آب نما به علت تابش خورشید و گرمای بیابان، شما امواج آب میبینید اما چیزی نیست، به سوی او دوان دوان میرود تا جام خودش رو پر کنه و از تشنگی برهد. وقتی که میرسه چیزی نمییابه، لم یجده شیئا، و اونجا خدا را مییابد و خدا به تمام و کمال به حسابش میرسد، و البته خدا سریع الحساب است. کفر به پروردگار دنبال سراب رفتنی، و بدیهیه که انسانی که دنبال سراب میره تشنگیش افزوده میشه و چیزی نمییابه. لذا امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند لا یرجون احد منکم الا ربه، هرگز و هیچگاه امیدی جز به پروردگارتون نداشته باشید. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام در زندان به اون رفیق زندانیش گفت که اذکرنی عند ربک، پیش خدایت، پیش پروردگارت که اون پادشاه و عزیز مصر بود، مرا هم یاد کن، حالا که تو داری آزاد میشی بگو که من یه همزندانی داشتم این گونه بود. اذکرنی عند ربک. او رفت و فراموش کرد که یادی از یوسف بکنه. یوسف در زندان باقی ماند. خدای متعال به او وحی کرد که الستو الذی حببتک الی ابیک، آیا من اون خدایی نیستم، اون پروردگاری نیستم که محبت تو رو در دل پدر افکندم؟ و فضلتک علی الناس بالحسن، و تو را بر مردم برتری دادم با زیبایی صورت. کی صورت زیبا به یوسف داده بود؟ کی با قلم قدرت خودش در رحم مادر
این صورت زیبا رو تصویر کرده بود. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست که شما رو در رحم مادران هر گونه که بخواهد تصویر می کند، که انسان رو در احسن تقویم تصویر فرموده. خب خدا گذشته حضرت یوسف رو به یادش میاره که این کارها به دست پروردگار تو بوده. الستُ الذی سُقْتُ إِلَيْكَ السَّيَّارَةَ وَأَنْقَذْتُكَ وَأَخْرَجْتُكَ مِنَ الْجُبِّ، آیا من همون خدایی نیستم که کاروان رو به سوی اون چاه هدایت کردم و به وسیله اونها تو رو از چاه برآوردم، بیرون آوردم، نجات دادم؟ حضرت یوسف رو انداخته بودن تو چاه دیگه. خدای متعال کاروانی رو فرستاد، اینها دلو انداختن که آب بیارند. یوسف تو این دلو قرار گرفت و بالا آمد. دیدن یک پسر بسیار زیبا و خوشرو، خدا نجاتش داد، وگرنه اون ته چاه کی خبردار بود و چه کسی صدای او رو میشنید؟ اولست الذی صرفت عنک کید النسوه، آیا من همون کسی نیستم که کید و مکر اون زنان رو از تو بازگرداندم؟ تمام اینها رو خدای متعال یاد میکنه. و یکی از راه‌های تقویت امیدواری به خدا همین است، همین روشی است که خدای متعال در این بیان میشنویم. خدا فرموده طبق این روایت که خدا گذشته ما رو به یادمون بیاره و الطاف او در بزنگاه ها برای ما روشن بشه. اون روزی که در رحم مادر بودیم، اون روزی که به دنیا آمدیم، اون روزی که خدا مهر ما رو در دل مادر افکند، مراقبت های مادر بود، این کشتی وجود ما رو الطاف لطف او هدایت کرده و هدایت میکنه. و ملاحظه میفرمایید هیچ کدامش به دست ما نبوده، همه به لطف او بوده. وقتی که فرعون نوزادها رو میکشت، خدای متعال به مادر موسی وحی کرد که فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، وقتی که بر این بچه ترسیدی بندازش تو دریا. رود نیل خروشان، یک کودک کوچک و ناتوان، یه جعبه ای ساخت و بچهش رو گذاشت به این توی این جعبه و با دلواپسی مادر با دلواپسی این بچه رو انداخت تو این امواج. آی بچه‌م رفت. خدا فرمود که انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، ما برش میگردونیم، قصه نخور، دلواپس نشو، برش میگردونیم و از پیغمبران قرارش میدیم. این موج آمد و آمد، از اون گذری که شاخه ای از این رود وارد قصر فرعون میشد،
این جعبه هدایت شد، آمد تا کنار تخت فرعون که با همسرش نشسته بودند و از این فضای زیبا و رود خروشان استفاده می کردند. گفتن برش داریم، به عنوان فرزند قبولش کنی. خدای متعال این امواج رو فرمان میدهد و میدهد تا این نوزاد بیاد در دست خود فرعون که بچه ها رو داره میکشه و قتل عام میکنه که مبادا موسی به دنیا بیاد. قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. این قطره بی حساب حرکت نمی کنه، این موج بی حساب نیست. خدای متعال این گذشته رو به یاد حضرت یوسف آورد که من تو رو از شاه نجات دادم، محبت تو رو در دل پدر قرار دادم، زیبایی تو رو من تصویر کردم، از کید زنان نجات دادم و از این قبیل الطاف پروردگار، پس چرا رغبت تو رو از من برداشتی و به خلق من گرایش کردی؟ فما حملک علی ان ترفع رغبتک عنی او تدعو مخلوقا دونی؟ چرا این کار رو کردی؟ چرا به او گفتی اذکرنی عند ربک، مرا پیش پروردگارت یاد کن؟ البته یه وقتی انسان به عنوان وسیله به او مینگره، این اشکال نداره، اما یه وقتی گرایش به او میکنه، امید به او میبنده. چرا اینطور شد؟ خدا توبیخ میکند. بعد میفرماید فلبث لما قلت فی السجن بضع سنین، به خاطر همین حرفی که زدی چند سال دیگه تو زندان بمان. چه بسا گرفتاری هایی که انسان داره، زندان هایی که در مسیر زندگی او رو گرفتار میکنه، به خاطر همین گرایش هایی باشه که آشکار و پنهان به غیر خدا متمایل شده، به غیر خدا اعتماد کرده و به غیر خدا امید بسته. لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه، و جز از این گرایش های غیر خداییش بیم نبرد. اگر میخواهد بیمی ببرد از همین گرایش های غیر خدایی بیمناک باش. این حدیث رو هم براتون بخونم به شرط اینکه شما بزرگواری بفرمایید. نثار حضرت رضا علیه السلام که این حدیث رو بیان فرمودند از پیغمبر اکرم، صلوات بفرستید. اللهم صل علی حضرت رضا. از پدران ارجمندشون، از حضرت امام حسن، امام حسین علیه السلام، از رسول خدا روایت می کنند که رسول خدا سخن خدا را بیان می کنند. حدیث، حدیث قدسی است. یقول الله تعالی، خدای متعال چنین می گوید لقد تعن عمل كل مؤمن عمل دوني بالعياس. قطعا قطعا
آرزوی هر آرزومندی رو که به غیر من امید بندد و آرزو بندد، این آرزو رو قطع می کنم و تبدیل به یأس و ناامیدیش می کنم. ولألبسنه ثوب المذلة بین الناس، به چنین کسی که امید به غیر من بسته، آرزو به غیر من بسته، لباس ذلت و پستی می پوشانم در بین مردم. ملاحظه کنید کسی که میره پیش یه ثروتمندی، به خاطر ثروت او در مقابلش کرنش میکنه، چه ذلتی رو بر خود تحمیل میکنه. در مقابل یک قدرتمندی تعظیم میکنه، چه ذلتی رو بر خود تحمیل میکنه. ولأنحینه من وصلی، او رو از وصل خودم، از قرب خودم دور میکنم. ولأبعدنه من قربی، از قرب خودم دورش میسازم. من ذا الذی رجانی لقضاء حوائجه فقطعت به دونها، کیست که به من امید بسته و من امید او را بر نیاورده ام، امید او را به انجام نرساندم. خب اون کسی که به خدا امید میبنده و امیدش برآورده میشه، اگر به غیر خدا امید ببنده قطعا امیدش ناامید میشه، چرا که گفتیم غیر خدا سرابه و از سراب کاری بر نمی آید. اون توحید حقیقی که باید دل ما را بپوشاند، علاوه بر توحید در عبادت، توحید در امید و رجاء، یعنی تنهای تنها به خدا امیدوار باشیم و فقط و فقط از ناامیدی به خدا بترسیم، که اگر کسی ناامید به خدا باشد، این ناامیدی یک گناه بزرگی است برای او. خدای متعال در حدیث قدسی می‌فرماید: انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا، من با بنده ام همون گونه رفتار میکنم که به من امید دارد، بنابراین جز امید خیر به من نداشته باشید، فقط به من امید خیر داشته باشید. انسان در همه کارهاش اگر قدم برای رضای خدا بردارد، بندگی خود رو ایفا کند، خدای متعال کرامت خود رو نصیب او خواهد کرد. انشاءالله دلهای شما عزیزان لبریز و سرشار از امید به خدا باشه و خدا را پرورنده و رب و صاحب اختیار خود بدانید و از او در تمام مراحل زندگی مدد بجویید، که لینصرن الله من ینصره بالغیب. نثار شهدا، علما، امام راحلمون، گذشتگان این جمع و این
مؤسسه، همه کسانی که در این تأسیس مرکز جهانی جامعه المصطفی سهمی داشتند و همتی داشتند، نثار همشون شهدا، شهدای نهضت های اسلامی و برای پیروزی مردم مسلمان بر کفر و طاغوت ها صلوات قائل کنید.